خب اگه شما در معرض خیانت پدر یا مادر قرار گرفتید و متوجه شدید که یکی از این دوتا داره به اون یکی خیانت میکنه، سه تا حوزه هست که باید بهش توجه بکنید. اولین مسئله اینه که در اینجور موارد رابطه شما با والدی که خیانت کرده به هم میریزه. دومین مسئله رابطه خودتون با خیشتنتونه، یعنی از لحاظ روحی میتونید یک سری آسیب‌هایی رو تجربه کرده باشین. و سومین مسئله اتفاقیه که در رابطه بین پدر و مادر شما داره رخ میده. حالا در هر کدوم از این سه مورد شما باید چه کار بکنید؟ در گام اول باید برای حل کردن اون فشار یا آسیب روانی که به خودتون وارد شده و در واقع درست کردن ارتباط خودتون با خیشتن گام بردارید، که میتونید از یک روان درمانگر کمک بگیرید و سعی بکنید آسیب‌های روحی رو که به شما وارد شده در جریان روان درمانی حل بکنید که این فشار رو به تنهایی تحمل نکنید. در رابطه با رابطتون با والدی که خیانت کرده، شما کاری که باید در اینجا بکنید اینه که با والدی که این اتفاق افتاده صحبت بکنید و احساسات خودتون و تجربیات خودتون رو بیان بکنید. اما باید یادتون باشه که در اینجا به هیچ وجه نباید سعی بکنید که والدتون رو قضاوت بکنید یا بخواید بهش توهین بکنید یا بخواید خشمتون رو بهش انتقال بدید. فقط باید تجربه احساسی رو که در این واقعه در شما ایجاد شده بیان بکنید و احساسات و تفکراتی که در ذهنتون شکل گرفته رو بیاین بهشون انتقال بدید و بگید که آسیبی که خوردید چیه و در چه حدی دچار آسیب شدید و ازش درخواست بکنید که نهایتاً به شما کمک بکنه که در جریان روان درمانی این آسیب رو در خودتون مرتفع بکنید. اما در رابطه با مسئله سوم، حوزه سوم که ارتباط پدر یا مادرتون، باید یادتون باشه که در اینجا شما به هیچ وجه نباید تلاشی بکنید که این رابطه رو حفظ بکنید، اتفاقی که افتاده رو به والد دیگه منتقل بکنید و یا در واقع در صدد این باشید که رابطه اونها رو نجات بدید، چون در اینجا شما به عنوان یک فرزند نقشی در رابطه بین پدر و مادرتون ندارید و اونا رابطه شخصی خودشون رو دارن و یک مسئله خصوصی بین خودشونه و شما فقط باید نگران آسیب‌های روانی خودتون و ارتباط فردی خودتون با والد مربوطه باشید و به هیچ وجه نباید همزادپنداری بکنید با اون والد دیگه که بهش خیانت شده، بخواید خبر یا اخباری رو از اینور به اونور ببرید، تهدید بکنید یا کار اینجوری بکنید. شما باید یادتون باشه که تصمیم گیری در رابطه با ارتباط اون دوتا به شما ارتباطی نداره. شما فقط در اینجا باید درخواست بکنید از والدتون که ارتباط خودش رو با پدر یا مادرتون با اون فرد دیگه که داره بهش خیانت میشه حل بکنه و ترغیبش بکنید که در راستای حل این ماجرا یک کمک حرفه‌ای بگیره. اما خودتون نباید به هیچ وجه در راستای حل این مسئله اقدامی انجام بدید. شما باید یادتون باشه که مسئولیت شما فقط در قبال خودتون و در قبال رابطتون با اون والده. پس باید سعی بکنید یک کمک حرفه‌ای بگیرید که آسیب‌های روانی که به شما زده شده رو حل بکنید و بعد بیاین با والدتون وارد صحبت و مذاکره بشید و از احساسات و آسیب‌هایی که در شما ایجاد شده ایشون رو باخبر بکنید و عواطف خودتون رو با ایشون به اشتراک بذارید.